سلام و درود به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان، همراهان تفسیر خبر در هر کجا که هستید و مطمئن هستم که منتظر شنیدن و دیدن گزارش های ویژه هستید از جمهوری فقیه که رقیب پیشین او یعنی طالبان بار دیگر در عرصه منطقه ظاهر شده است و وظایف و تکالیف الهی تازه‌ای متوجه اولاد کوروش و داریوش و علامه مجلسی شده است، از جمله اینکه چه کنیم که این بار نیز طالبان حق ولی فقیه ما رو نخوره، حق روحانیت شیعه رو که ما با هزار زحمت با نقل قول از مرحوم مارکس و افلاطون و ژان پل سارتر و لنین و ماوتستانگ به قدرت رسوندیم، این طالبان تازه به دوران رسیده حق ما رو نخورند، ضایع نکنند، بار اول از اخلاقیات عرفانی ما استفاده کردند، از فروتنی آیت الله خمینی و بعد از او یعنی در واقع جانشین خمینی خامنه ای استفاده کردند، چه پیشتر چه بعدتر، این بار سفت و محکم نکردن. این سفیران ارسالی و اعزامی ولی فقیه در کشورهای اروپایی و آمریکا و کانادا به ثبت نرساندن که سنگسار رو ما در قرن بیستم ما آغاز کردیم، قطع دست رو ما آغاز کردیم، در آوردن چشم رو ما آغاز کردیم، فروتنی ما به همت فیلسوفک ها و فیلسوف های متفاوتی که داشتیم اجازه نمیداد که در برابر دوربین های تلویزیونی نشان بدهیم. این بار مواظب باشیم و به قول اون آخوند بر منبر مواظب باشید، مواظب باشید که حق ما رو طالبان ضایع نکنه. طالبان به سرعت عمل کرد، ما هم به سرعت عمل کردیم، آرش کمانگیر رو از کتابهای درسی حذف کردیم، هجوم به تخت جمشید، بیل و کلنگ برداشتن علیه آرامگاه فردوسی و جای جای دیگر، همه اینها رو آغاز کردیم اما چندان موفق نشدیم. طالبان در همون روزهای نخست این کار رو انجام داد، مقاومت های در برابر نیات بسیار بلند پروازانه ولی فقیه وجود داشت و کارگزاران ریز و درشت او، از حزب توده گرفته تا جبهه ملی، از فدایان تا مجاهدین و همه و همه با هم و بلدوزر انقلاب به سوی تخت جمشید، اما مقاومت کردند مردم ایران. در افغانستان سنبه پرزورتر از آن بود که تن تازه جوان آزادی های به دست آمده مقاومت کنند. فردوسی خانان افغانستان به زیر برقه رفتند. در ایران اما گام زدن و دویدن به سرعت برای جایگزین کردن زبان عربی به جای فارسی و زبان فردوسی دیگران همچنان ادامه دارد. به این نکته خواهیم رسید و نکات دیگر و خبرهای ویژه دیگر، اما پیش از آن نگاهی خواهیم داشت به پیش از آمدن طالبان جشن آغاز سال تحصیلی در یکی از مدارس افغانستان. اصل من شهرام و هویت من فارسیست، اصل من شهرام و هویت من فارسیست، رستم فرهنگ در کاخ بلندی هاستم، کاخ بلندی
و شعر مولانا است، هم صدای شام و هم سنگر نیاز. قلمرو زبان فردوسی، قلمرو فردوسی و دیگران، حافظ، سعدی و بقیه، از افغانستان تا تاجیکستان و جای دیگر در منطقه. و ما اونچه که روی داد، استقبال از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان با شادی و شادمانی حکومت فقیر روبرو شد. فروتنند، رقیب تازهی ظاهر شده، نه تازه، سابقه دار است، اما دور تازه است. این او همون اصلاح طلبانی که از زیر عبای ملای ایرانی بیرون آمد، که هنوز هم اینجا و آنجا نیمتنهی در زیر عبای فقیه و نیمتنه دیگر در دستان هابرماس و کارپوپر ادامه میدهند. با برکتی که از نهادهای به اصطلاح حامی دموکراسی در اروپا و آمریکا برخوردار هستند، یا حقوق بشر و بقیه موضوعات. به هر حال کابینه‌ای که معرفی شده، می‌بینیم تصویری از کابینه طالبان تفاوت‌هایی با کابینه اول انقلاب داره. دولت موقت مهندس مهدی بازرگان و داردسته او، اما در آنجایی که فکر و عمل هست چندان تفاوتی به مرور نداشت و نیافت. بله، کابینه افغانستان، دولت تازه افغانستان، گفتم، اشاره کردم که با استقبال روبرو شد، اما از طرف دیگه ایرانیانی و مردم افغان ساکن ایران به تظاهراتی دست زدن. میدونیم که بین پاکستان و حکومت فقیه هم شکرابی شده، تهدیدهایی از این ور، حرفایی از اون ور، اینهو داستان و سر همون ماجرای دزدی هست، سر سهم بر پیکر در هم کوبیده شده افغانستان بین دو حکومت، پاکستان و جمهوری فقیه. و گزمای فقیه چه رفتاری دارن با معترضان در برابر سفارت پاکستان در تهران میبینیم. بله، نمیذارن صدامون بلند شه. صدای یک بانوی ارجمند ایرانی رو شنیدیم، یا افغان، هر دو یکی هستن و هر دو خواستار یک نوع زندگی دور از آخوند و حکام مذهبی. اما راه دیگر این که میشه صدا رو بلندتر از بلند کرد و خواهد رسید، بی تردید چون این بوده و هست. این یک سوی قضیه هست. در آن سو این مبتکر شیوه تازه وحدت اسلامی که گفتم علم الهدا بارها اشاره کردیم، گفت میگه که در دل دوست بر حیله رهی باید کرد، طاعت از دست نیاید گناهی باید کرد. این هم یه طریقه ایست دیگه. این وحدت اسلامی که راه قدس از کربلا میگذره، که دو ملت ایران و عراق رو درگیر جنگ 8 ساله کرد، میلیاردها دلار زیان و صدها هزار کشته و معلول، خب نرسیدیم. راه های دیگه اما هست. وحدت اسلامی مبتکر این کار که باید در حال یه جایزه بین المللی داده بشه. این هم لابی جمهوری اسلامی تو کن و در اسکار و اینها تلاش میکنن، فیلم های ایرانی جایزه میگیرن، یعنی فیلم هایی که به هر حال میدونیم بحث مفصلی است به چه شکل هست، یه کاری هم بکنن برای این علم الهدا، مبتکر وحدت اسلامی، جایزه نوبل صلحی، صلح نوبلی، یه چیزی آمده. سنی گفتم بارها، شیعیان عراق، شیعیان منطقه عربستان، من نمیدونستم تا به حال این همه شیعه داره و بقیه مناطق و لا مذهبان. دو شکل لحاف وحدت اسلامی به طریق علم الهدا، که خود علم الهدا
تدارک میبینه الان هم داماد مربوطه هم که شده رئیس جمهور، همه اینها هست. خب از به طالبان به قدرت رسیدن هم یکی از جایی که بسیار استقبال شد منطقه فرمان فرمایی علم الهدا بود، میبینید در مشهد. حالا تو پرچمه پاکستانی ها نمیذارن و این ولی فقیه ما با این همه زحمت تونسته دل طالبان رو به دست بیاره، دل داعش رو به دست بیاره، پیشتر دل و قلوه القاعده رو به دست آورده بود و بسیار دیگه از آنچه که مربوط به دل و اینها میشه که در تهران حتی عروسی کردن گفته میشه اعضای القاعده و بقیه و اینها. ولی پاکستانی ها الان خوب گفتم سهم بیشتری میخوان و این وحدتیه که به هزار خون جگر و بقیه چیزای خونهای دیگه به دست اومده نمیذاره. وگرنه این فریاد مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، زنده باد امارت اسلامی طالبان و اینها در مشهد، فرمان روایی علم الهدا، این وحده، این هم یه نوع دیگه وحدت هست. وحدت رویه و شیوه زیاد داریم، منتها خب روایت ها فرق میکنه، روایت ها شیوه عمل فرق میکنه. اساسا مؤمنینی که در ایران و در افغانستان و در پاکستان و بقیه جا اومدن، گفتم من بارها گفتم اینو، انسان رو به طور سر و ته میبینن، یعنی تمام امور به پایین تنه انسان ها مربوط میشه. زن موجودی است با یک نیمتنه اضافی که سر و مغز و اینا رو تشکیل میده و بقیه انسان ها اگه قرار است به جز اون چه که ولی فقیه و ملا محمد عمر و بقیه میگن یا میگفتن و بقیه آخونزاده و بقیه همین حضراتی که هستن در افغانستان و جاهای دیگه، یا شیخ قرضاوی در قطر و جاهای دیگه که بود، بقیه اون مردان هم اضافی هستن. بنابراین همه چیز گفتم به پایین تنه انسان ها مربوط میشه. مثلا ما داریم رئیس ستاد امر به معروف اصفهان آمده و گفته لمس دست نامحرم هنگام تزریق واکسن بدون دستکش قطعا حرام است. یعنی حالا مرد میخواد واکسن بزنه به زن که عادتا میگه نباید بزنه، حرام است. یا زن میخواد به مرد بزنه واکسن، حرام است. حتی بوکو حرام است در موارد. و بعد بیدقتی، دوباره فتوای دیگه داده این نوع عمامه ای که هست، آدمی به اسم احمد عبداللهی نژاد، از این رسانه های اینترنتی هم استفاده میکنه تسهیل امور. حالا به طور گاهی وقتا اوضاع همینطور پیش بره لازم میشه به اصطلاح به طور سلف سرویس خود آدم ها این احکام رو اجرا کنن، دست خودشون قطع کنن در لزوم و بقیه موضوعات. به هر حال این استفاده از رسانه های اینترنتی این هم هست. میگه بیدقتی واکسیناتور و دریافت کننده واکسن را میفهمم، ایشون میفهمن، ولی اصرار تلویزیون بر انتشار مکرر این تصاویر را نه، نمیفهمن. به هر حال همینجا هم داریم خبر که مهاجرت پرستاران ایرانی 6 برابر شده برای اینکه مرتکب معصیت نشن. واکسن میخواین بزنین دستش برد به نامحرم، عرش به لرزه اومد. عرشیان یه مرتبه آمدن و گفتن که چه خبره، چی شده،
خانم پرستار، پرستاران نازنین ایرانی که گفتن نداره چقدر فداکاری کردن، هم دستش خورده دست من، همه اون فداکاری ها باطل، عرش به لرزه در اومد. این امامک جمعه که بی خودی نمیگه، امامک جمعه که هر چیزی ستاد امر به معروف اصفهانه. به هر حال اینا هست، حالا طالبان هم جور دیگه داره کار خودشو پیش میبره و بقیه موضوعات. گفتم آغاز کردیم با جشن گشایش یا فارغ التحصیلی دانشگاهی در کابل بود، به هر حال گفتم جغرافیای زبان فارسی که تاجیکستان و جای دیگه هست و اینجا هم خب در انگلستان هم که هست و بسیار، و این رو هم بگم که عزیزانی در خارج کشور بسیار تلاش کردن در این زمینه ها که بعدها مهمان خواهیم داشت در تفسیر خبر، در این زمینه خبری برای شما داریم در ارتباط با شاهنام. به هر حال اما حکومت که ولکن معامله نیست به هیچ وجه، حکومت فقیه هر چی رو میخوای روش اعتبار بدی و دیگه مولا درزش نره، حکومت به عربی بگی دیگه تموم، روایت بساز با یه عربی دست و پا شکسته و کمر شکسته و هر چی که هست، اینو دو کلمه بنداز توش دیگه مهر خورده تموم شد روایت دیگه، مو نه لای درز روایت میره و اساسا دیگه به هیچ وجه غیر قابل انکار خواهد بود. بر این تلاش در دولت‌های مختلف فرمانبر، هم از اون محمد خاتمی گرفته تا این یکی ابراهیم رئیسی، اون یکی بلا نسبت، و همه ادامه داره و اصرار این یکی را با هم میبینیم. یعنی اگر در افغانستان تلاش شد که زبان فارسی رواج گسترده تر پیدا کنه و شاهنامه و بقیه، در ایران 42 سال چهار اسبه به طرف زبون عربی. خود آیت الله خمینی از زبونهای مختلف استفاده میکنه، از جمله زبون میخی، نه خط میخی، زبان میخی، میخی میخی ارنه میخی و بقیه ماجرا که ترجمهش میخوای میخوای، اگر نمیخوای دیگه بقیهش اخلاق میخی اجازه نمیده بقیه این حرفو بگیم، حرف آیت الله خمینی. خب اینا هم همون کارو بکنن، اون زبان میخی رو حداقل استفاده کنن، زرگری، مرغی، از این زبانهای رایجی که در حوزه است، نه اینکه به این شکل، اونم بین یک سری اعرابی که نشستن در کنفرانس بغداد با هم میبینیم وزیر خارجه تازه فقید. دتی لمشارکتی الیوم فی مؤتمر دعم العراق فی بغداد نیابتا عن الجمهوریه الاسلامیه الایرانیه و فخامه السيد الرئيس الدكتور رئيسي رئيس الجمهوريه. فهذا المؤتمر بمشاركة دول المنطقة يؤكد على مساعي وجهود جمهورية العراق في توفير مجالات التعاون والتعاطي بين دول المنطقة، وأتمنى في ظل هذه الاجتماعات أن نتوصل إلى منطقة آمرة ومتنامية وحرة. خب يا عربي عجمي چيزي جلو این امیر عبداللهیان رو بگیره، همون به زبان میخی چیزی صحبت کنه وسط گروهی از همین مسئولان عرب و غیر عرب و عربی دونه در بغداد نشستن و اینا رو صحبت کردن، به هر حال قابل تأمل هست. باز یاد حرف همون عبید افتادم که گفت کسی رد میشد از کوچه، گفت دید کلاغی بر چینه نشسته، دیواری نشسته و نوک میزنه به فزده خودش و رو به آسمان لقمت و سبا مسمار البدن، و در آمد اون گذرنده گفت که فضل خوردنت کافی نبود، عربی هم بلغور میکنی. البته عبید خبر نداشت که بعدها در سرزمین او کسانی خواهند آمد که نه فضله، میلیاردها دلار درآمدهای نفتی ایران رو خواهند خورد و بسیاری چیزهای دیگر.
و همزاد او یا آن، هر دو، در افغانستان طالبانی است که دوباره به قدرت رسیده و شاهنامه را به پستوهای خانه ها رانده، در کنار حکومت فقیه که با بلدوزر به سوی تخت جمشید اومد. و چنین شد که آوازخوانان ایران در پشت پرده ماندند و خوانندگان و عزیزان افغان، چنین که میبینیم و ادامه خواهیم. یقین دارم پاکستان بدخشان میشوی روزی، و مانندی هرات و بلخ و ایران میشوی روزی. اگر نجراب میگرید و در خون میتپد امروز، تو هم از غصه میمیری و بی جان میشوی روزی. گرفتی خنجر و خون میچکی از پیکرم، اما تو از ایمان و عشق ما هراسان میشوی روزی. سپر کردی شوالان را، خبرداری که پایانش از این دیوانگی هایت پشیمان میشوی روزی. فرو میریزد این کاخ ستم هایت، باور کن تو مغلوب تخار و شهر پروان میشوی روزی. سرانجامن شکوفا میشود این ملک، اما تو خجالت میکشی از شهر، پنهان میشوی روزی. بانوان افغان، ارجمند بانوان افغان رو دید و سخنی خطاب به پاکستان. پاکستان رو من این رو اشاره بکنم که پاکستان عملا به کارخونه تولید گروه های مختلف تروریستی تبدیل شده، با اندازه‌های مختلف، با تعداد مختلف، انواع و اقسام، از القاعده گرفته تا طالبان تا داعش به نحوی، همه این گروه ها رو که در منطقه فعال بودن پیشتر با تعابیر مختلفی از قرآن و سنن اسلامی و سنت های اسلامی در یک دست و خنجر و کلاشنیکوف در دست دیگه، سر نخ اونها بسیاری از پاکستان آغاز میشود و سازمانهای اطلاعاتی کشورهای مختلف. نمونش دیدیم که اسامه بن لادن در قلمرو پاکستان کشته شد، رهبر معروفترین گروه تروریستی قرن بیستم، که دو روز دیگه مونده به 11 سپتامبر، فاجعه بزرگ 11 سپتامبر. طالبان هم از درون پاکستان و ضد اطلاعات پاکستان بیرون، و این واکنشی که میبینیم در افغانستان بیشباهت نیست به واکنش مردم سوریه که اسد اونها رو داغدار کرد و به هر حال خواسته و ناخواسته نفرتی از ایران پیدا شد در منطقه، در کشوری مانند سوریه که علت و عللش حمایت حکومت فقیه بود و مشارکت حکومت فقیه در کشتار مردم سوریه. اما باز هم مراسم 40 هست و رفتن به عراق و بقیه ماجراها و نمایش های خیابانی و میدانی حکومت فقیه و از مراسم عاشورا. یزید رو میبینیم که
یکی از طنز پردازان عزیز که برای من فرستاده زیر اون نوشته بود یزیدم بابا به این اندازه خشن نبود. میبینی بله این یعنی خیلی دیگه ثواب داره اینطوری زدن و هل دادن و اینا. خیلی نمونه‌های بسیار هست تو این مراسم اربعین و عاشورا در جاهای مختلف دیدیم. برگردیم به نقاط مشترک و البته باعث فروتنیه یعنی فروتنی حکومت فقیه باعث شده که چندان در عرصه بین المللی مطرح نشه این وابستگان فرهنگی سفارت‌های فقیه در کشورهای مختلف مثل انگلستان و جای دیگه. خب غیر از اقدامات خرید املاک و خونه و مستغلات برای اهل حکومت و بقیه و وابستگانشون کارهای دیگه هم باید انجام بدن، معرفی کنن این ارزش‌های برآمده از انقلاب 57 رو، انقلاب اسلامی رو یا هر عنوان دیگه‌ای که بهش داده بشه. گفتم داریم به جایی میرسیم که چی؟ نماز روزه آیت الله خمینی گفته بود که حتی برای حفظ حکومت ما میتونیم واجبات اسلام رو تعارف نداریم. تعارف که نیست، مثلا رفسنجانی قرار بود رئیس جمهور باشه یا مثلا محمد خاتمی یا بقیه برای حفظ این حکومت، برای حفظ زندان اوین، برای زندان و حفظ زندان های دیگه، شکنجه و کشتاری که داره انجام میشه، برای حفظ اینا واجبات اسلام رو راحت میتونیم تعطیل کنیم. حرف آیت الله خمینی نیست. حالا برای حفظ حکومت به یه جاهای دیگه رسیدیم، نه تعطیل نمی کنیم، میتونیم یه کارهای دیگه بکنیم. هیچ ربطی هم این وسط بول نگیرید به قول بعضی ها که حرف حافظ در نمازم خم ابروی تو هم یاد آمد، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد، اینا نیست. این خیلی عرفانی تر از اون حرف هاست و ستایشگر زیبا یا حافظ، اون حرفایی که راجع به حافظ میده اونا نیست. یه چیز جدیدی، ابعاد جدیدی داره مرتبط با حکومت و نماز، یه نوآوری تازه است. با هم میبینیم نماز تعطیل نمی کنیم ولی یه جور دیگه هم میخونیم. بفرمایید. حالا آقای بهجت رو ببینید، فرمود چرا پیغمبر فرمود من از دنیای شما زن و نماز رو دوست دارم؟ این حدیث پیغمبر اکرم و شهرش رو از آقای بهجت بشن. بعد آقای بهجت شهر میداد، فرمود یعنی توی نماز لذتی از رابطه زن و مردی، از اون جنس لذت هست به اضافه چیزای دیگه. حالا نه اینکه فقط مردا از نماز اینجوری لذت، زن و مرد فرق نمیکنه، این رابطه برای زن و مرد شیرینه دیگه. اینه که من دیگه نگفتم که این سخن پیغمبر اکرم شارش آقای بهجت. دیدی من اصلا من نبودم، تقصیر من نیست. آقای وقت نگید که تو همه رو آوردی میخوای با لذت تفسیر کنی. خب حالا اینکه اگه پیامبر اسلام یه همچی حرفی زده باشن، چون فقط شاهدش بهجت، یعنی بهجت بوده اونجا. این بهجت هم از اون بهجت ها نیست که ما فکر میکنیم، این همونه که بازم اگه اشتباه نکنم گفتن که شاهد بوده که امام زمان از تهران زنی داره یا کسی نزدیک به اون. در حال روایت های مختلفی از این آیت الله بهجت هست، من که نگفتم، آیت الله بهجت گفته، پیغمبر گفته و آیت الله بهجت هم راویش بوده. اگه پیامبر اسلام گفته باشه که همه باید بدونن. که به هر حال ما فعلا به این حرف ایشون که نمیتونیم بی اعتنا باشیم، یعنی قبول نکنیم، حتما همینطور بهجت گفته، کم بهجتی یه نبوده، با فتحه بوده، بهجت هم نگه نبوده که مثلا قبول نکنیم، بهجت بوده. به هر حال بنابراین در نماز از همون جنس هماغوشی است، فرق نمی کنه زن و مرد دیگه، بستگی به کرامت خود شما داره که در نماز چه کنی، به دنبال چه لذت هایی باشی. اینا همه طبقه بندیه، میتونید به علمای محل و حتی
به طور کتبی هرچی طلب فتوا کنید آیا در چه سطحی، مثلا ما مبتدی هستیم، بقیه موضوعات از راه حل هایی هست برای همه این کار. و با یکی دو خبر هست، ما این وحدت اسلامی مقداری خرج هم داره، از جمله این شیخ پروار حسن نصرالله در لندن سوخت رسانی به لبنان هست که باز هم از موضوعات روز، 29 میلیون لیتر سوخت گازوئیل ایرانی طی روزهای آینده وارد لبنان میشه. باز انتقاد نکنین که خود یکی از همین مسئولای همین حکومت فقیه بوده گفته امسال با مشکل سوخت روبرو هستیم. اون مثال ها مال قدیم بود، چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است، اون مال قدیم بود. الان همه چیز به مسجد زیر نظر فقیه حلال است و این مسجد تعریف داره. یکی از ستونهاش ستون به ستون داره، ستونهاش بیشتر حسابای بانکی است. یکی از ستوناش هم همین شیخ پروار هست در لبنان. خبر دیگه‌ای که داریم، آقای حسین اسدبیگی رئیس گروه نظارت و هماهنگی دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی بهزیستی، یعنی عناوین می‌بینید که چقدر آفتاب لگن، 40 درصد شام و نهار هیچ. من البته ایشون در کجای کار هستن من نمیدونم دقیقا، ولی عنوانشون این هست، کجای کار از نظر میزان ولایت مداره میگه. ایشون آمدن و گفتن در سال 99 شمار جانباختگان خودکشی در ایران به 5542 نفر افزایش یافت. همه اینها از فرط خوشی هست که خودکشی دست میزنن. چقدر از این افراد جوان بودن و نوجوان، باز آماری هست و مقایسه هم در اینجا کرده. بله، در سال پیش از اون، تعداد در سال 96 شمار جانباختگان در اثر خودکشی 4625 نفر بوده. به هر حال افزایش داشتیم، رکورد ما داریم در بسیاری از موضوعات، یکی هم همینه. گفتم رکورد در وکیلای زندانی، تعداد وکیلان زندانی و بقیه موضوعات و تنوع زندانیان، همه رقم زندانی ما داریم. دیدیم پناهیان فقیه رو دیدیم، پناهیان ولایت رو دیدیم و ما وضعیتی رو به وجود آوردیم مایه حسرت جهانیان هم. این آمریکایی‌ها، من بگم خدمتتون، سر یه چیزایی داد و قال میکنن که ما خیلی راحت انجام میدیم، سر صدایی هم نیست. جورج فلوید رو پلیس آمریکا کشت، چه ماجراهایی شد. حالا اون پلیس برکنار و مجازات و بقیه و اینها به کنار، از جنوب تا شمال آمریکا، شرق تا غرب آمریکا تظاهرات، نه یه روز، نه دو روز، نه سه روز، ادامه پیدا کرد، هنوز هم ادامه ده. به نه خب نمیدونه در صورت که وقتی آرامش باشه مشکلی ما نخواهیم داشت به راحتی. یک نمونش ما میبینیم، با هم میبینیم. خب ببینید راحت، درد سری نداره. بعدم رئیس پلیس اومد گفت که آمدن مردم حمله کردن، میخواستن پلیس رو خلع سلاح کنن، اونم با ابزاری که داشت، یه تیر
ناخودآگاه، تیره ناخودآگاه، چون گاهی وقتا تیره خودآگاه عمل میکنه. رفت برد به اون شهروندم که تصادفاً اونجا بوده مثلا، نگفته، ولی خب تصادفاً هم میتونست باشه. طی این سالها خیلی از این تیرهای ناخودآگاه آمده و زدن، تنابهای ناخودآگاه بوده در زندان و بقیه. از مدرسه علوی به طور ناخودآگاه آغاز شد، پشتبام مدرسه علوی ادامه پیدا کرد در این شهست و بقیه تا به امروز که میبینیم در کرج. میگم این آمریکایی بلد نیستن؟ بلد نیستن. سرصداها چیه؟ اشتباه کرد، خطا کرد، مجازات هر چی که هست به جای خود. اما ناخودآگاه رو برای همین روزا گذاشته. این یک نمونه. یک نمونه دیگر هم میبینیم در بالکن، هوای آزاد، خوب، معتدل، همه اینا. بله میبینین اومدن دنبال یک نفر، نه یکی، دست و پا میزنن دیگه. بله نیروهای فقیه هستن، دشمن رو گرفتن، لگد مال کردن دشمن که میگن همینه، مشت به دهان دشمن زدن همین هست. اونایی که مثلا این ور اونور میفرستیم پول ها اینا، اونا یه بحث دیگه است. نیمه برهنم بود این شهروند ایرانی، سر و صدا نداره. حالا تو آمریکا بود، بیا و ببین چه بساطی به پا میکردن، برای اینکه بلد نیستن. بعد قوانین و مقررات رو در میزنن و باید حکم نشون بدن و این کار و اون کار. اول باید بگن که اگه شما رو مثلا دستبند بزنیم، اگر حرفی بزنیم علیهتون استفاده میشه، میتونین هست نه حرف نزنیم. ما همون دمه در به حرف میاریم، داد و هوا رو همه اینها. این حرفا چیه؟ شوخی نداریم. حکومت ما برای حفظش اسلام رو هم تعطیل میکنیم، واجبات رو و نزنیم. این هاست که میگم اینا همه رو برای این میگم که این بار حواسمون باشه حق ما رو نخورن این طالبان دوباره همه این چیزها رو به اسم خودشون تموم کنن. بله یکی از راحل هایی هم که پیدا کردیم ما برای این کارها، مایل هستم با هم ببینیم اینو، برای این مشکلاتی که هست، این گرانی و بقیه موضوع ها. گفتم همه چیز به نیمتنه پایین مردم مربوط میشه. حتی گرانی رو میخوایم حل کنیم، راهش همین هست دیگه. به نحوی همین هست. خانمی از مسئولان حکومت هست، وضعیت گرونه، بیایید خانم علاسفند، بیایید روابطتون همسرتون رو در این گرونی ها التیام ببخشید و از این حرفا و بقیه شفاییش بماند برای روز دیگه، صحبت هایی که ایشون و امثال ایشون کردن. همه این موضوعات جغرافیای حل المسائل حکومت فقیه در همین حوالی است و به شکلی مربوط میشه به این، از گرونی گرفته تا نماز و بقیه موضوع. یکی از نکات دیگه ای که من مایل هستم بگم که باز حق ما خورده نشه و در افغانستان این رو خوشبختانه طالبان تقریبا موفق نشد در دور اولش، ولی ما در ایران حکومت فقیه تونست موفق بشه، اینه که ما به اصطلاح انسان‌ها، آدم‌هایی رو تولید کردیم که دو ترغن به قول ما بختیاری ها. یا چطور میگن؟ امروزی هم میگن دوگانه سوز، به یه شکلی ذوالحیاتین یا هر چه کرد، مثلا ملی مذهبی مثلا فرض کنیم. یک نمونه مثلا در کنار یک سوال که زارن یا باید ترکیه باشه یا جای دیگه، میبینیم یه عکسی هست که میبینیم مثلا خب
نشونه فروهر و پشت سر خالکوبی شده و عکسی از یکی از مقدسین شیعه بر پشت. این یه جور به تعبیر امین عزیز یه جور ملی مذهبی است. همین است. یک جور سرگیجه مخلوط بودن چیزهای مختلف است و بازیگرای سینمای ما به خصوص دختران و بانوان به ناچار تن به خاری و خفت ها دادن، لچک دو پشته بر سر کردن و بعد به خارج اومدن، حالا به مردم توهین کردن، بماند که مردم نفهم و اینها رو، یکی از اینها رو من دیدم اشاره کرده بود که لچک دو طبقه و سه طبقه و بعد به خارج که میرسن به همین لندن و جای دیگه اروپا و آمریکا و کانادا، این اون مدل این مجله های پورنو یا جاهای دیگه، و بعد مردانشون هم ولایت مداران مرد هم همه، و میبینیم این دوگانگی در شخصیت و روانشناسان گرامی و عزیز باید بررسی کنه. این دوگانگی در شخصیت بخش بزرگی از جامعه که به وجود اومده، اینو طالبان نتونست، موفق نشد، یعنی به وجود نیومد، و این یکی از امتیازات حکومت فقیه است. همین هست که مثلا بازیگر سینمای ایران جایزه کن میبره، میره تقدیم میکنه به امام زمان، چه ربطی داره من نمیدونم، و بقیه موضوع دیگه از حد نه به این شوری شوری نه به این بی نمکم گذشته، لشک دو پشته و اما شکلای میگم شبیه مدل های این روزنامه های زرد پرنویی که در اروپا و آمریکا و جای دیگه هست. این خیلی ها میگن این یک فاجعه اجتماعی است که بعدها مصیبت خواهد بود برای حل و تصحیح، درست شاید باشه، ولی یکی از دستاوردهای این انقلاب شکوهمند بوده و هست بدون هیچ تردیدی. و در چنین شرایطی هست که میبینیم آقای علم الهدا، همه اینا دستاوردهای انقلاب شکوهمند است و مدیون رهبری اول البته خمینی و بعد خامنه ای، همونطور که طالبان هم مدیون ملا محمد عمر اولیه بود و الان هم آخونزاده و بقیه و بقیه و بقیه. میبینیم علم الهدا، همه این دستاوردها رو گفتم یادمون باشه که طالبان دوباره حق ما رو نخوره. مدیون که هستیم، شکرگزار خداوند هستیم که اوضاع از این بهتر نشه، تحملش مشکل خواهد بود، مدیون رهبری فقیه. میشنویم از زبان علم الهدا مبتکر نوین یا وحدت نوین اسلام مسلمان. ببینید برادران و خواهران، تجربه گذشته همونطوری که بنده در خطبه دو هفته قبل این را عرض کردم به ما نشون داده، ما اقتدارمون، ما پیشرفتمون، پیروزیمون هم در عرصه علم و هم در عرصه دفاعی و در عرصه های نظامی مرهون طراحی، برنامه ریزی، مدیریت داهیانه متفکرانه مقام معظم رهبری است. نه در عرصه های اقتصادی اینون، در عرصه های فضایی، غیر فضایی، لاهوت، ناسوت، همه مدیونه. مدیونه کی هستیم که خودش هم تو این چیزها رو باور نداشت و نداره؟ کی؟ خود همین علی خامنه ای. میشنویم از زبان خودش. واقعا باید خون گریست در جامعه اسلامی که حتی احتمال کسی مثل بنده در او مطرح بشه. حالا اینو که من نمیخوام درباره این صحبت کنم، مسئله اشکال فنی داره. بله، اینم سخن خود علی خامنه ای که مدت هاست منتشر شده در همون آغازی که روایت کنند، امام تازه رفته، امامایی که مثلا 1000 سال پیش بودند که
روایات ساختن. حالا این امام تولید شده انقلاب که تازه رفته بود رفسنجانی، هم اون مغروق عالم اسلام هم یک روایتی ساخت که گفته کی بهتر از خامنه ای. حالا جلو همین امت هاج و واج در صحنه، خود خمینی سر سلمان رشدی زده بود به قول خودش در دهان خامنه ای که گفته بود به شما مربوط نیست، یا گفته بود باید بگذریم از این حرفا، شما نه سواد دارین نه صلاحیت دارین نه هرچی. اینو بماند این روایت، امام گفته، امام اونم کی؟ رفسنجانی، یکی از سنگین وزنهای حکومت. البته خب به هر حال هر سنگین وزنی هم ممکنه غرق بشه، به وزن مخصوص سنگین وزن و سبک وزن مربوط نمیشه. این هاست، این دستاوردها هست که ما باید همه رو قد بدونیم، نذاریم طالبان حق ما رو بخوره. از جمله دستاوردها در زمینه‌های مختلف یکم این هست، 4 نفر در رابطه با کشف 3000 واکسن تقلبی بازداشت شده. همون اطراف ایران همه در حال حل هستن، منتها ما ابتکار ما که حساب پایان پذیر نیست که. واکسن تقلبی یکی از موارد تازه است که همین رهبریه که همش مدیون هستیم و مورد حسرت طالبان هم هست، ورودش رو ممنوع کرده بود و اینها، و ما همچنان رکورددار هستیم در سطح جهانی روزانه به طور روزانه. و فروش داروی تقلبی درمان قارچ سیاه به 10 تا 20 برابر قیمت. سازمان غذا و دارو در ایران طی اطلاعیه‌ای اعلام کرده واکسن تقلبی، دارو تقلبی بی نیاز شدیم، نیازی نیست. در برابر خوب هست، هروئین خالص هست، تریاک خالص هست، اینا هم رکورددار هستیم. الان از نظر تولید و مصرف تریاک دوباره اون پیمانهای گذشته با طالبان قطعا تجدید خواهد شد که بیش از 3 میلیارد دلار در زمان طالبان بیشتر از ایران ترانزیت میشد به جاهای مختلف. و این خبر بهجت اثر رو هم ما داریم که روزنامه همشهری و حکومتی همشهری در تهران داده که برخی محله های تهران شبیه مناطق فقیرنشین هند و پاکستان است که به فضل الهی و ادامه اوضاع مشت محکمی به دهان هند، یه مشت محکمی هم به دهان همین پاکستان میزنیم که تمام محله ها شبیه، چنانچه اوضاع ادامه پیدا کنه فقیر بر سر کار ادامه خواهد یافت و شبیه مناطق فقیر نشین خواهد بود و دیگه هی خودنمایی نکنن هند و پاکستان و بقیه. در عوض بوشهر که یک زمانی رونق ماهیگیری و بقیه موضوعات بود، الان آمده و گفتن بوشهر پایتخت قرآنی کشور شد. پایتخت قرآنی به چه معنا هست؟ خبر رو من خوندم، خبرگزاری فارس، معنای روشنی نبود. بله، چرا که این استان در این حوزه، بله، میگه این که استان بوشهر به عنوان پایتخت قرآنی کشور معرفی شده است بسیار ارزشمند است، چرا که این استان در این حوزه از ظرفیت‌های قابل توجهی برخوردار است. این المعنا فی بطن خبرگزاری فارس و بطن العلماء این هاست. و خبرهای بسیار زیاد دیگر در همین زمینه ها که گفتم، باید قدر بدون و نذاریم طالبان حق فقیه ایران رو، فقیه انقلاب رو بخوره. در این میون کشته ها بسیار بود، بردار رفتگان بسیار تر. از اونها یکی هم نوید افکاری هست. برخلاف ورزشکاران سرگیجه‌داری که دستی در عالم ورزش دارند و پایی در عالم ورزش و دست و دلی با ولی فقیه و سهیم در همه این پشت و پشتار، از نوید افکاری برادر ایشون متنی رو منتشر کرده که گفتن آقای سعید افکاری متعلق به نوید افکاری است. سخن مردمان ایران و مردمان طالبان در
کلام به جا مانده میراث نوید افکاری. چون این هم ای آزادی، اگر روزی به سرزمین ما رسیدی با شادی بیا، با چادر سیاه و تحجر و ریش نیا، با آواز و موسیقی و رنگ بیا، با تفنگ‌های بزرگ در دست کودکان کوچک نیا، با گل و بوسه و کتاب بیا. از جنگ و شهادت نگو، از انسانیت و صلح و شهامت بگو، برای من از زندگی بگو، از پنجره‌های باز بگو، دلهای ما رو با هم آشتی بده، با دوستی و عشق آشنای من کن، به ما شأن انسان بودن رو بیاموز، به ما بیاموز چگونه زندگی کنیم، چگونه مردن رو به وقت خود خواهیم آموز. این به گفته به روایت سعید افکاری عزیز متنیز با خط نوید افکاری که در زندان کشته شد. سخن بسیارم در ایران و افغانستان، سخن بسیارم در سراسر جهان که گرفتار استبداد هستم. ایران و افغانستان اما سیاه‌ترین استبدادها رو ناظر هستند در این سالها. ای آزادی، اگر روزی به سرزمین ما رسیدی با شادی بیا. دو حکومت برآمده، هر دو دشمن شادی، دشمن زندگی، دشمن طبیعت انسان. اما آیا شادی مردنی است؟ زندگی از میان رفتنی است؟ طبیعت آدمی نابود شدنی است؟ چون این نبوده است. در تاریخ با هر اعتقاد به خلقت انسان، بی تردید چون این نیز نخواهد شد. همچنان که نه در ایران و نه در افغانستان درخت تنومند شادی و امید به آیندهی بهتر از میان نرفته و نخشیده است. پیوند دلهای سوخته ایرانیان و مردمان ارجمند افغان پیوند خجسته ایست. با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سند و سبلان و آسماری، کوهساران دنا، دراک، الوند کوه، زاگرس، تفتان، بینالو، درفک و شیرخو، کوهساران تاراز و منگش و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد.